علی کریمی خودش رو قربانی کرد تا دست اونهایی که انتخابات رو مهندسی میکنن رو کنه. درود به همراهان کانال 13، با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید علی کریمی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کرد، اما گزینه مردمی حتی 10 رأی هم نیاورد و در نهایت شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال شد. همراه ما باشید با افشاگری 2 هفته قبل آرش زلی‌پور مجری سابق تلویزیون و شاهین صمدپور خبرنگار و مستندساز از ماجرای انتخابات مهندسی شده و دست‌های پشت پرده فدراسیون فوتبال. قبل از ادامه ویدیو ازتون میخوام که اگر هنوز عضو چنل ما نیستید کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. آرش زلی‌پور مجری سابق تلویزیون در اینستاگرام استوری منتشر کرد و مدعی شد که علی کریمی خودش رو قربانی کرد تا دست‌های اونهایی که انتخابات رو مهندسی می‌کنن رو کنه. آرش زلی‌پور توی یک استوری در تاریخ 20 دی نوشته بود: فردای ثبت نام علی کریمی در انتخابات فدراسیون فوتبال نوشتم. آرزو مینه رئیس فدراسیون فوتبال بشه. اما پیشبینی من میگه علی کریمی از انتخابات انصراف میده. خبری که امروز داره دهان به دهان میشه. خیلیا گفتن علی کریمی اگه تایید صلاحیت بشه حتما رأی میاره. اما بازم با قاطعیت میگم حتی اگه علی به رأی گیری برسه نهایتاً 7 تا 8 تا رأی بیشتر نمیتونه جمع کنه. نه اینکه محبوب نباشه یا صلاحیت نداشته باشه. اتفاقاً به همین دلیلی که قرار نیست رئیس فدراسیون آدم اصلحی باشه شماره 8 رأی نمیاره. و اما در استوری که در تاریخ 27 بهمن منتشر کرد گفت: پیشبینی من از انتخابات فدراسیون فوتبال اینه که حیدر بهاروند یا عزیزی خادم رئیس فدراسیون خواهند شد. اگر یکی از این دو نفر به هر دلیلی رئیس نشود، کیومرث هاشمی روی صندلی ریاست میشینه. احتمال اول 90% و احتمال دوم 10%. و نکته اینه که بهاروند و عزیزی خادم رقیب نیستن و روز آخر یکی به نفع دیگری کنار میکشد یا رأی‌هایش را پشت پرده به آن یکی میدهد. و در نهایت آرش زلی‌پور امروز با یک استوری اعلام کرد: روز 20 دی ماه بعد از ثبت نام علی کریمی در یک استوری نوشتم کریمی نهایت 7 یا 8 رأی می‌آورد. دوستان تماس گرفتن و گفتن استوری رو بردار و جفسازی نکن. برداشتم. 27 بهمن دوباره همان استوری را گذاشتم. دیشب هم گفتم رأی کریمی 7 یا 8 رأی است. وقتی من از تعداد آرای علی کریمی اطلاع داشتم، به نظرتون خود علی نمیدونست؟ حتما خبر داشت، اما اومد تا خودش رو قربانی کنه و دست اونایی که انتخابات رو مهندسی میکنن رو کنه. علی کریمی برنده واقعی انتخابات امروزه. درود به شرفت 8 محبوب. او برنده واقعی امروز بود. شاهین صمدپور خبرنگار و مستندساز هم با یک استوری مدعی شد که 2 هفته پیش استوری گذاشتم و عرض کردم امکان نداره مافیای فوتبال و دستهای پشت پرده بذارن کریمی رأی بیاره. شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال شد. اما علی کریمی بعد از اعلام نتایج دور اول انتخابات سالن رو ترک میکنه و بعد از اون صحبتهایی میکنه که دور از حرفای آرش زلی‌پور نیست. علی کریمی توی مصاحبه گفت مشخص بود رأی نمی آورم، اما آمدم تا بهانه دست برخی افراد نیفتد. امیدوارم رأی دهندگان خیانت نکرده باشند. حضور فوتبالی ها در انتخابات رقم خورد که ما این کار را کردیم، اما طبیعتاً دیگر نشد. از اول می دانستم چه اتفاقاتی رخ می دهد و فقط برای این حضور پیدا کردم که پس فردا نگویند شرایط مهیا شد که فوتبالی ها بیایند، اما کسی نیامد. من برای اینکه بهانه دست کسی نباشد این کار را کردم. امیدوارم خیال رأی دهندگان راحت باشد و به فوتبال خیانت نکرده باشند. امیدوارم کسی که انتخاب می شود کارهای اساسی برای فوتبال کشور انجام دهد. در ادامه صحبت‌های جنجالی علی کریمی بعد از ترک سالن رو ببینید. فقط یادتون نره که نظرتون رو توی بخش کامنت برامون بنویسید.
تو بعد از سالها تقریبا شرایط برای حضور فوتبالی ها رقم خورده شه، حالا ما این کارو کردیم و طبیعتا دیگه نشد دیگه و آرزو موفقیت میکنم حالا به برای آقای عزیزی خادم آقای بشه شد عزیزی که انتخاب میشه بلندتر یه کارهای اساسی برای این ممنون کردن. هر ازم دقیقه فوتبال داری شما دیگه قطعا دیگه ندارم طبیعتا خب و مطمئنم که من البته بگم اینو بگم که از اول میدونستم که چه اتفاقاتی میفته، فقط برای این حضور پیدا کردم که پس فردا نگم که آقا حالا شرایط مهیا شد که فوتبالیان حضور پیدا بکنن هیچی هم نیومد، من فقط برای اینکه این بهونه دست یه سری نیفته این کارو کردم و یه یعنی از اول مشخص بودش و تشکر میکنم از عزیزی که به من رأی دادن، فقط خوشحالم از این بابت که این انتخابات شرکت کردم، متوجه شدم و اینو به تمام بینندگان سر تا سر جهان ایران همه جا که این مصاحبه رو می‌بینم 9 نفر توی این مجموعه بودن که دوست داشتن فوتبال یه تغییرات اساسی بکنه. از این بابت هم خوشحالم، از همه‌شون هم تشکر میکنم و امیدوارم رئیسای بعدی هم این دوستان رو اذیت نکنم و همون رویه حرفه‌ای رو دنبال میکنن کمون که همه چنین انتظاری. من دیگه اونو نمیتونم، اونو دیگه واگذار میکنم به وجدان خود دوستان، خب طبیعتا برایشون برای من رأیشون قابل احترامه، خب هر کسی یه حق رأی داشتش، طبیعتا منم اگه جای اونو بودم به اون کسی که دوست داشتم رأی میدم، ولی خب دیگه طرف بعد خودشو پیش وجدانش امیدوارم خیالش راحت باشه و به فوتبال خیانت نکرده باشه. همین کاری که اون نفر کی هستن که خیلی امیدوارم اذیتش نکنه، مشخصه کی هستن اون نفر؟ نه مشخص نیست ولی خب دیگه خودشون میدونن دیگه. مهندسی که من اونو که نمیتونم اونو دیگه بعدش از چیز سوال کنید، ولی جا داره که با تأخیر هفته مهندس بوده مهندس رو به دوستان به مهندسین عزیز تبریک بگم و براشون آرزوی موفقیت. آقا چه جوری ممکن به رئیس بعدی نیازی به من نبود، چون اگه نیازی به من بود طبیعتاً رنگ می‌گیره. آقا چه جوری ممکن